سلام و درود بر شما. محمود مهر علیان هستم. بریم سراغ آموزش این کتاب. اولین یونیت از این کتاب Vocabulary for IELTS. بچه هر دوش رو اگر دارید توی این سری ویدیوها کاور میشه، یعنی فرقی نمی کنه از محتوایی دوتاشون یکی هم. اون تا اون سمت راستیه، اون نارنجیه، علاوه سمپل انسر و سوالاش آپدیت شده، یعنی بقیه همش یکیه. پس هر کدوم رو که داری میتونید با این سری ویدیوها برید جلو و یاد بگیرید. نمیون تا اولشه. و یه چیز دیگه، این کتاب هم اگر دارید ادوانسش، یعنی سطح بعدیشه یا سمت راستی که نمره 6.5 به بالاست، کامل من درس دادم، توی پلیلیستش هست. یعنی تو پلیلیست میتونید کامل ویدیوشو ببینید و لذت ببرید. خب بریم سراغ یونیت 1، گروینگ آپ. یه درخواست ازتون دارم. ببین بچه‌ها، نمیدونم دانلود میکنی ویدیو رو نگاه میکنی از یوتیوب میبینی، ولی به هر حال سعی کنید حداقل یک بار آنلاین این رو نگاه کنید، چون که کمک بزرگی میکنه که این اجتماع یوتیوب به کار خودش ادامه بده. ارزش داره برای من که شما آنلاین نگاه کنید و همچنین یوتیوب که ویدیو دست به دست بره برای همه عزیزان که نیاز دارن و مثل شما دارن این رو نگاه میکنن، خلاصه ازش استفاده کنن. پس حالا نمیدونم میخواید دانلود کنید، دانلود که نکنید چه بهتر، ولی حداقل یک بار آنلاین رو ببینید دیگه، بعدش اگه خواستید. فقط خواستم که اینو به عنوان یه نکته بگم. خب یونیت 1، گروینگ آپ، یعنی بزرگ شدن، رشد کردن. میخوایم در مورد چی صحبت کنیم؟ در مورد ریلیشنشیپس، فامیلیز این ارلی لرنینگ. ریلیشنشیپس یعنی ارتباطات، رابطه ها، families and early learning. early یعنی زودرس، یعنی یادگیری early، یعنی یادگیری زود هنگام. حالا بهش میرسیم. خب اولین قسمتش، look at the following topics and decide whether you would decide them with your father, your family, your friends or a teacher. با کدومشون discuss میکنید؟ بچه discuss یعنی صحبت کردن جدی در مورد یک موضوع. argument نیست، argument یعنی جر و بحث کردن، یه حالت منفی داره، ولی discuss حالت مثبت داره. اینو پس داشته باشید. Study problem, your favorite music, buying something expensive, the last film you saw. با کدومش، یعنی هر کدوم رو با کی در میون میذارید؟ البته در ادامه ما لیسنینگ در مورد این داریم که میتونید کلی از لغتش استفاده کنید. خب vocabulary note, group together words that are similar in meaning or form. کلماتی که هم لحاظ meaning یعنی معنا یا فرمشون یکیه، group together کنید، در کنار هم بذارید. مثلا adulthood, brotherhood, fatherhood. این صدایی هم که شنیدید، بله ایشون پیکو هستن، ما در خدمتشون هستیم امروز. پیکو جان اجازه بده من ضبط کنم، دست در نکنم. NB یعنی نکته. Hood is used to form a noun and shows something belongs to a particular group or has reached a particular stage. Adulthood, stage of being an adult. خب adulthood یعنی بزرگسالی. Brotherhood یعنی اون گروه، حالا برادری یا پدری. اوکی؟ پس hood که میاد آخرش یه استیجی رو نشون میده، یا یه گروپی رو نشون میده. اوکی؟ پس اینا رو داشته باشید. بریم سراغ listeningش. خب listen to four people talking about the topics above, write the number of topics 1 to 4 from the list above and the person or people this the speaker say they would talk to about this. They would talk to about this. که باشون در مورد صحبت میکنن. Write the words that help you decide. کلماتی که کمکتون کرد که به این نتیجه برسید رو هم بنویسید. مثلا این اولی speaker A topic 4 رو، چهار تایی که بود بالا، اونو صحبت میکنه و خلاصه ما جوابشو با هم بررسی میکنیم، ولی قبلش لیسنینگ هم باید گوش بدیم. اگر آمده باشید بریم سراغ لیسنینگش، نگاهی بهش بندازیم. خب بریم. Recording 1A. Speaker A. On Mondays at school, a group of us always talk about whatever movies we saw at the weekend. On Saturdays, I often get together with my classmates and we see all the latest releases together.
can't remember the last time I saw a film with my parents. We just don't have much in common anymore. Speaker B. My parents are both teachers, so you'd imagine I'd have no trouble at all academically. When I was little, it was great because we had a really great relationship. But nowadays, all we seem to do is argue, and that causes a lot of conflict between us, so I don't really feel I can go to them for help. My friends aren't much help either, as they've all got the same problem. Thank goodness I get on really well with my tutor at university. She's very approachable, and if I'm struggling with an assignment, I find her advice really helps me. خب عزیزان یه نگاهی به این بندازیم چون خیلی کلمات خوبی داره. من از بازتون وسطش بیام و این متن رو با هم یه مروری کنیم. خیلی خوبه. خب On Mondays at school, the group of us always talk about whatever movies we saw. Whatever, هرچی, هر فیلمی, whatever movies we saw at the weekend. بچه ها استرس weekend قسمت دومه. At the weekend امریکن رو معمولا قسمت اولش میذارم. میگم At the weekend جفتش درسته. On Saturdays I often get together with my classmates. Get together جمع میشیم. خیلی کلمه ساده یا ولی خیلی اینو فراموش میکنم. نمیدونم چجور بگم. من یه جمع میشیم دور همی داریم. Get together. خب and we see all the latest releases together. Latest یعنی همین اواخر اخیر اونایی که به تازگی ریلیس شدن. ریلیس یعنی چی؟ وقتی یک فیلم ریلیس میشه یعنی میره روی پرده سینما. خب تازه اومده بیرون مثلا تو بازار. I can't remember the last time I saw a film with my parents. We just don't have much in common anymore. We don't have much in common. خیلی قشنگه. یعنی زیاد با هم تفاهم نداریم. بعدی. My parents are both teachers, so you would imagine I would have no trouble at all academically. علاوه بر آکادمی من باشون هیچ مشکلی نخواهم داشت یا ندارم. When I was little, it was great because we had a really great relationship. رابطه خیلی خوبی داشتیم. But nowadays, all we seem to do, تمام کاری که به نظر میسه انجام میدیم, is argue. فعل به صورت ساده میاد. خیلی جالبه ها. All we seem to do is argue, and that causes a lot of conflict between us. بچه ها, اختلاف, جنگ و دعوا میشه conflict. Okay? مخصوصا در مورد روابط خانوادگی یا friendship. این درس در مورد اینه دیگه. Conflict یعنی جنگ و دعوا. Between us. So I don't really این فهم کنم کاما بوده بچه. این کاما باید باشه. So I don't really feel I can go to them for help. بهشون مراجعه کنم برای کمک. My friends aren't much help either. یا either. دوستام هم همچین کمکی نمی کنن. Okay? As چرا که خیلی خوبه ها. As they've all got the same problem. Thank goodness, اینجا مد نقطه باشه. Thank goodness, خدا رو شد. Thank God. Thank goodness, I get on really well with my tutor at university. She's very approachable. Get on really well, بچه یعنی که باهاش میسازم. Okay? باهاش میسازم. I get on really well. باهاش رابطه خوبی دارم. I get on really well with my tutor at university. She's very approachable. خیلی قشنگه. She's very approachable. یعنی آدم outgoingیه. Easy to talk toه. خیلی راحت میشه باش صحبت کرد. And if I'm struggling with an assignment, I find her advice really helps me. بینش میدن که واقعا advice‌اش کمکم میکنه. بریم ادامه ماجرا. آمده اید؟ بریم. Speaker C. My parents are quite old, so I feel as though they're out of touch with the modern world. They don't seem to have any idea of what things cost. I'm hoping to get a car in the next few months, but I'll be taking my older brother along to help. We used to fight a lot when we were growing up, but there's a really close bond between us now.
He's already had a few cars, so I'm sure he'll be a great help. Speaker D. I play the violin and the piano, and my granddad is a great cello player. A lot of my friends at school listen to all the popular bands and singers, but my tastes are totally different. I prefer classical music, and they just don't understand it at all. Luckily, Grandad shares my taste, so we often buy CDs and talk about them together. بسیار عالی، بسیار عالی. خب، چقدر کلمات خوبی داره ازم. واقعاً حیفه که اینا رو ما تو صحبتمون استفاده نکنیم. مخصوصاً شما عزیزان که سطحتون در حد intermediate هست، خیلی حیفه. اینا رو استفاده کنید. خب، بریم سراغ اینا. My parents are quite old. همچنین بگینگی پیر هستن. So I feel as though اینطوری حس میکنم که گویی که بچه به جایی though بعضی وقتا as if میشنویم. I feel as if as though they're out of touch. Out of touch هم اصلا تو این باغ نیستن. در ارتباط نیستن. Touch یعنی ارتباط. ها؟ They're out of touch with حرف اضافهش پس with. Okay? They're out of touch with. بچه ها پیشنهاد میکنم که فلاش کارت داشته باشی یا تو دفتر یا یه جایی که خلاصه این دیتابیس رو جمع کنی که و بعدا بتونین مرور کنی اینا رو، این کار رو بکنین. خواهش من اینه، حیفه، واقعا مطلب زیاد داره. Out of touch with the modern world. یعنی همچین تو باقی نیستن، همچین ارتباطی کاری با modern world ندارن. They don't seem to have any. ببین seem دوباره اینجا استفاده شد. They don't seem to have any idea what things cost. They don't seem to think. They don't seem to go. همچنین به نظر نمیرسه که ایده ای داشته باشن. این پترنه که چقدر حالا مثلا قیمت چیزها چقدره. I'm hoping. Hope به صورت ing داره قشنگه. من امیدم بر اینه که I'm hoping to get a car in the next few months. خیلی ساده است ولی کمتر استفاده میشه. یعنی بچه ها کمتر استفادهش میکنن. طلای اینا. The next few months, but I'll be taking my older brother along to help. Take somebody along. با خودم میبرم. I'll be آینده continuous. یعنی در مشغول این کار خواهم بود. در مورد آینده این هم میتونید بچه آینده ساده استفاده کنید. I'll take my older brother. زیاد سخت نگیرید. We used to fight a lot. یعنی عادت گذشته. یعنی ما عادت داشتیم که قبلا جنگ کنیم زیاد. Fight a lot when we were growing up. But there's a really close. چون اینجا ما adjective داریم. Close bond یعنی رابطه خیلی خوبی بین ما هست. Close bond between us now. نقطه. Full stop. He has already had. Present perfect. He has already had a few cars. So I'm sure he'll be a great help. چند تا ماشین داشته و مطمئنم که کمک بزرگی خواهد بود. یا کمک بزرگی خواهد کرد. Speaker D. I play the violin. بچه ها ده من مخصوصا یعنی بین play و اون musical instrument بیاد. یادتون نره. I play the violin and the piano and my granddad is a great cello player. Cello یعنی ویالونای بزرگ هست که رو زمین میذارن اینجا اگه اشتباه نکنم. A lot of my friends at school listen to all the popular bands and singers, but my tastes are totally totally different. I prefer classical music and they just don't understand it at all. So نمیفهمنش classical music. Luckily, خدا رو شکر، یه کاما هم باید بیاد بعدش. همیشه ادوربا اول جمله میاد، کاما بعدش میاد. Luckily, granddad shares my taste. Wow, shares my taste. Collocation عالیه، یعنی سلیقه من رو شیر میکنه. سلیقه من رو داره. So we often buy CDs and talk about them together. با هم CD میگیریم و در موردش صحبت میکنیم. در موردشون صحبت میکنیم. خیلی قشنگ بود. خب همه چه خوبه؟ بریم ادامه ماجرا. خب اینم جوابش دیگه. اوکی؟ get a car, big older brother. با کی صحبت میکنن اینا؟ این جواب همون جدول است. violin, piano, cello, popular band, singers, classical music و granddad. بابا بزرگ. ادامه ماجرا. listen again and decide which of the speakers A to D
The sentence apply to کدوم جمله ها بهشون میخوره. The relationship between my brother and me is very close. خیلی نزدیکه. به سی میخوره. I have a lot more in common. Lot more in common with my friends than my family. ببینید این جمله فوق العاده است. I have a lot more in common with my friends than with my family. خیلی بیشتر تفاهم دارم با دوستام تا با خانوادم. I have a lot in common with my friends. خود پترنش فوق العاده است. I have established این علامت کالوکیشنه بچه ها. تو ویدیو زیاد میبینیم من این کار میکنم. یعنی این دوتا کنار هم میاد. وصل میشه به هم. I have established present perfect. A close connection. Establish a close connection. سه تا کالوکیشن. سه تا دست ندارم ولی خب. Establish a connection. A close connection. این کالوکیشن ها فوق العاده است. With an older member of my family. جوابش اینجا هست دیگه درسته. The relationship between my parents and me has broken down. همچین شکر آب شده. خیلی قشنگه. Broken down. Has broken down. بچه ها پسیو نگیدا. Has broken down. اکتیو جمله. یعنی بی اضافه اینجا نگید. Has been broken down نگید. Has broken down. Okay؟ میدونم دیگه همش اینه بین اونجا وسط میذارید. خب. بریم سراغ این قسمت. با این کالوکیشن ها که یاد گرفتیم حالا این جمله رو میخواییم تمرین کنیم و یاد بگیریم. My sister and I, نمیگیم I and my sister, اما میگیم My sister and I have totally different tastes. In fact, we don't have much. چی at all? تفاهم نداریم. چی میشه؟ We don't have much in common at all. خیلی پترن خوب. We don't have much in common at all. به نوشتن common دقت کنیم بچه. بذار بیارم. نها کنید دو تا M داره، دو تا هم O داره، اوکی؟ کامن می نویسن بچه ها. Number two, there is a very close chichi between a mother and a newborn baby. Close, نزدیک، صمیمانه، bond, close bond, رابطه، ارتباط، connection, there's a close connection, اوکی؟ اینجا هم نوشته که باند معمولا برای خیلی خیلی صمیمانه رو ما میگیم between people, okay? مثلا اینجا مادر و newborn baby قطعا میتونیم باند استفاده کنیم و احتمالا رومانتیک هم باشه. It's important to a good working relationship. خیلی قشنگ خود working relationship قشنگ یعنی رابطه سازنده. خب جاخالی your work colleague یعنی این جاخالیش چیه؟ خب It's important to have a good working relationship with your work colleague. Establish این بچه یه ای داره ها ای داره اوکی قبلش establish have establish یعنی ای قبل از است داره establish a good relationship یا develop a good relationship. Wow فوق العاده است. It's important to develop a good relationship with your work colleague. Buddy. A relationship can easily احتمالا فرو بپاشه if you don't work at it. روش کار نکنی. Break down. خیلی قشنگ. یعنی رابطه همون فرو پاشیده. شکراب شده. If you don't work at it. اینم قشنگه. حرف اضافه at رو دقت کنین عزیزان. If you don't work at it. I really admire the relationship. My mother and my grandmother between relationship between my okay admire میکنم تحسین میکنم. There can be a lot of between teenagers and their parents. اختلاف چی بود؟ Conflict. There can be a lot of conflict between teenagers and their parents. بچه ها parents نگه بگی parents. خب اینجا از ما گفته که متن رو اسکن کنید و اینا رو توش پیدا کنید. Rewarding, sibling, relate, accommodating, adolescence, interaction, nurture. این دوتا کلمه متفاوته. معنیاش هم یعنی این rewarding. وقتی یک چیزی rewarding یعنی حس خوبی بده. اجر معنوی داره مثلا. مثلا تدریس شما میگه my job is rewarding. ها؟ این کارم rewarding. حس خوب بهم میده. اجر معنوی داره. سیبلینگ خواهر برادر رو میگن ریلیت یعنی رب داشتن حالا بسیاری به اون جاش داره. اکامیدیتینگ باز تو تکست در ادامه بهتون میگم یعنی چی؟ ادالسنس بچه این ادالسنس همون نوجوانیه مثل تینیجر میمونه فقط یه ذره اکادمیک تر و تکنیکال تر این کلمه
interaction که میشه interaction رابطه و nurture خیلی کلمه خوبی یعنی شکوفا شدن. اوکی nurture. خب اینم از این reading. شما ببینید یه پاس کنید ببینید اینا رو میتونید سریع پیدا کنید. این یک این کار بهش میگن scanning. scanning the text خیلی مهمه، کمک میکنه که readingتون قوی تر باشه. الان پاس کنید من صفحه بعدش هم میارم اینا رو نگاه کنید ببینید پیدا میکنید یا نه. ریدینگ ها رو بعضی وقتا من یه نگاهی بهش میندازم ببینم اگر خیلی به درد میخوره، نه اینکه به درد نه همش به درد میخوره ها، اگر در زمان ویدیو ما بگنجه من این کار میکنم. اینم تصمیم گرفتم که بهتون بگم در مورد صحبت کنم این ریدینگ رو. خب study links early friendship links study یعنی این تحقیقات نشون ربط میده early friendships دوستی های زود هنگام یعنی زود دوست شدن با این نفر رو with high quality sibling relationships. به چی ربط داد؟ به high quality sibling relation، به ارتباط high quality با کیفیت خواهر برادر به این ربط میده. Children who experience a rewarding friendship before the birth of a sibling are likely to have a better relationship with that brother or sister that endures throughout their childhood. خب اونایی که یک rewarding friendship رو دارن قبل از اینکه برادر خواهرشون به دنیا بیاد، یعنی قبلش یه friendshipی داشته باشن، are likely to، بچه are likely to یعنی احتمالش میره که، احتمال زیادی داره که have a better relationship. پس این پترن قشنگی ها، یه دونه be میاریم یعنی am is are میاریم، گذشته was where، likely میاریم و to با فعل. مثلا هم میخواییم بگیم بارون میاد، it is likely to rain. پس نداشته بشین are likely to have a، این اکادمی که خیلی میبینش تو متون اکادمی، have a better relationship with that brother or sister that endures throughout their childhood. یعنی دوام داره. چی دوام داره؟ اون فرندشیپشون، رابطهشون، relationshipشون endure میکنه، این رابطهشون ادامه داره throughout سراسر childhoodشون. said Laurie Kramer in the University of Illinois study published in December's Journal of Family Psychology. بچه میبینی اپوستروف اس رو اپوستروف اس رو اپوستروفی هم این در درست اپوستروفیه، این بهش میگه اپوستروفی اس. فقط شما میتونید به انسان دیوید بچسبونید یا زمان دیسمبرز جورنال، جورنال دیسمبر، یسترداییز جورنال، جورنال دیروز، یسترداییز نیوزپیپر. اوکی دیگه توی جای دیگه این اس اپوستروف اس رو نیارید. When early friendships are successful, young children get the chance to master sophisticated social and emotional skills. وقتی که early friendship این رابطه زود هنگام دوستیشون successfulه، young children خودش هم پترن جالبیه، به جای hey children ها بگی young children، بچه های خیلی کوچیک‌تر، get the chance، این شانس رو پیدا میکنن to master، یعنی استاد بشن، to master sophisticated social and emotional skills، که master بشن. استاد چی بشن؟ sophisticated یعنی complex یا complicated، یعنی چی؟ یعنی پیچیده. اوکی social and emotional skills مهارت های اجتماعی و احساسی. بذار من گلومو تازه کنم. Even more than they do with a parent. حتی بیشتر از همون کاری که با پرندشون انجام میدن. When parents relate to a child, they do a lot of the work figuring out what the child needs and then accommodating those needs. خب وقتی که پرنت ها میخوان با بچهشون ارتباط برقرار کنن، relate کنن، they do a lot of work. خیلی کار انجام میدن. Figuring out what the child needs، سعی میکنم بفهمن که بچه چی نیاز داره، and then accommodating those needs، و بعد اون احتیاجاتشون رو accommodate کنن، یعنی برآورده کنن. ببین accommodate their needs خیلی قشنگه. says فلانی، تو فارسی ما میگیم فلانی گفت، جمله شو میریم، تو انگلیسی ما جمله شو میاریم بعد میگیم فلانی گفت. اوکی برعکسه. However
اما بچه ها همیشه however رو اما معنی کنید، هیچ چیز دیگه معنی نکنید. However, this is not usually the case. این مطلب همیشه درست نیست. When two children are interacting. وقتی که دو تا بچه با هم ارتباط دارن. The research showed that the benefits of early friends are long-lasting. بنفیتشون، این فوایدشون. این ریسرچ تحقیق نشون داد که این فواید early friends، دوستایی که از قدیم با هم دوستن ها یا زود با هم دوست میشه از سن پایین، are long-lasting، خیلی خیلی مدام، خیلی دووم داره. Children who had a positive relationship with a best friend before the birth of a sibling ultimately had a good relationship یعنی در نهایت with their sibling that lasted throughout adolescence. Okay؟ همون جمله رو تکرار کرد. اگه positive relationship داشته باشیم، اگه ارتباط سازنده‌ای داشته باشیم، یا چیلدرنی که ارتباط سازنده داشتن با بهترین دوستشون قبل از به دنیا آمدن خواهر برادرشون، ultimately در نهایت had a good relationship with their sibling that lasted. بچه last فعل اینجا یعنی به طول انجامی، تمام دوران throughout adolescence، نوجوانی. And children who as یعنی به عنوان بچه هایی که به عنوان preschoolers قبل از اینکه برن مدرسه were able to coordinate بچه co یعنی با هم coordinate play with a friend یعنی با دوستشون بازی هایی رو انجام بدن که coordinate نیاز داره، هماهنگی نیاز داره. Manage conflicts. Okay؟ پس یه بار دیگه. And children who as preschoolers were able to coordinate این کار رو میتونستن انجام بدن، conflictsشون رو میتونستن manage کنن، میتونن manage کنن، یعنی اختلافاشون رو manage میکنن، مدیریت میکنن. And keep an interaction positive in tone were most likely as teenagers to avoid the negative sibling interaction that can sometimes launch children on a path of antisocial behavior. چقدر یه ذره من باید از اول بخونم چون هی وسطش ترجمه میکنم خودم این تفکر از دستم میره. خب بزن کنم میگه بچه هایی که قبل از اینکه مدرسه برن تونستن این بازی ها رو انجام بدن یا اختلافشون اگه منیج کنن و اینتراکشنشون پازیتیو نگه دارن این تون، اوکی، احتمالا یعنی وضعیتشو، تون که میشه همون تون، تون صحبه، ولی احتمالا اینجا وضعیتشو پازیتیو نگه دارن، were most likely، اوکی، یعنی احتمالش خیلی زیاده، مثل همون دوباره are likely، که تو تینیجری، تو نوجوانی، avoid کنن negative sibling interaction، ارتباطات منفی رو از اونا دوری میکنن. اگر اون کار رو کرده باشن، اینجا از ارتباط منفی sibling interaction avoid میکنن، دوری میکنن. That can sometimes launch children on a path of که میتونه بندازتشون، launchشون کنه، بندازتشون توی مسیر antisocial behavior، رفتار ضد اجتماعی. She added, from birth, parents can nurture، شکوفا کنن، پرورش بدن، and help develop these social competencies، میتونه از اون بچگی اینا رو develop کنن، develop these competencies یعنی این مهارت ها رو develop کنن. از کجا؟ از birth، by making eye contact with their babies، offering toys and playing with them، she said. عجب تکسی بود، خیلی خوب بود، لذت بردم. Vocabulary notes. Look for familiar words in longer words to work out their meaning. Okay? کلماتی اگه یه ذره بلندتر دراز سر باشن، ببینید که چه تیکه‌ای دارن، کمکتون میکنه معنیشو بفهمید. مثلا for example، e.g. یعنی for example. Correlation یعنی ارتباطی که وجود داره بین co یعنی هم، یعنی با یه نفر دیگه. One thing is linked with another، که به یه چیز دیگه، به یه نفر دیگه لینکده. Interrelated، the relationship between two or more things. Interrelated، بین، international یعنی بین المللی. پس اینا رو دقت کنید. Correlation، interrelated. The prefix co، correlation or cooperate often mean with or together.
class co-worker ما داریم یعنی همکار. The prefix inter, like interact or intercity alpha means between. پس inter میشه بین, co میشه با. Okay. Match the words with definitions. خب ما یه سری کلمات یاد گرفتیم. اینا رو با definitionشون چکار کنیم؟ match کنیم دیگه. شده هنگ کردم یاد. خب کلماتی که قبلا یاد گرفتیم ولی اینجا جوابشو ما به شما میگیم. فقط اینجا یه نگاه کنید. پاس کنید ببینید میتونید حدس بزنید. در اسلاید بعد جواب بهتون میگم. خیلی خب. Help someone something develop and grow. یه نفر رو کمک کنی که develop و grow بشه. شکوفا بشه. Nurture. Agreeing to a demand. Accommodate. یعنی یک خواسته رو agree کنی باش. موافقت کنی. Accommodate. با need اومده بود دیگه. درسته؟ Brother or sister. Sibling. اکی خواهر برده میشه sibling. Respond to somebody. میشه relate. Relate یعنی جواب پاسخ دادن. The stage between childhood and adulthood, adulthood ببخشید, مرحله بین کودکی و بزرگسالی, adolescence, نوجوانی, giving a lot of pleasure, خیلی کیف میده, rewarding, ولی یه چیزی وقتی rewarding باشه, خیلی کیف میده, pleasure میده. Communication, interaction. خیلی خوب. این هم خودتون پاس کنید, نیا کنید, میبینید این جمله ها, کدومش true یا false, میتونید حدس بزنید, اگر یه نگاه دقیق تری به تکست داشته باشید. بریم. Error warning. Note the following common errors. I'm writing in relation to your job advertisement. خب. یعنی من دارم براتون می نویسم مربوط به job advertisement. تبلیغات کار که داشتید. تبلیغ شغلی. پس in relation به معنی مربوط بودن. مخصوصا توی محیط فرمال. یعنی رسمی. In relation of نداریم. In relation to داریم. حواستون باشه. I'm writing in relation to your job advertisement. My relationship with my parents is very strong. ارتباطم با parents هم خیلی قویه. Relationship with my parents. پس my relation نه. خیلی خوب. Vocabulary note. Know these collocations with the words relationship. با relationship چند تا collocation خفن یاد بگیریم. Build. A relationship, یعنی ارتباطی رو ساختن. Develop a relationship. Develop کنی, توسعهش بدی. Establish, دقیق کنی ای داره. Establish a relationship. یک رابطه یا به وجود بیاری. Form a relationship. دقیقا مثل قبلی. Have a relationship, ارتباط داشتن, رابطه داشتن. Adjectives, بریم سراغ adjective ها, صفت ها. A close relationship. یه رابطه صمیمانه. A long-standing relationship, یعنی رابطه طولانی مدت, long-standing relationship. A working relationship, یعنی رابطه سازنده که داره نتیجه بخشه, خیلی خوبه, مثبته. A successful relationship, یک رابطه موفق. Prepositions, بریم سراغ. Preposition یعنی حرف اضافه. A relationship with someone, رابطه با یه نفر, with someone. A relationship between two things or people. Okay? پس between میتونه بیاد و with میتونه بیاد. Relationship to someone نداریم. Okay? خب. Complete the sentence with a word. با یکی از این کلمات جمله رو میخواییم کامل کنیم. The wolf is a member of the dog. یک گرگ. یک عضو چیچیه اعتمالا خانواده سک هاستی. درسته؟ Family. Wolf is a member of a dog family. Pattern جالبیه. Paddy. The company decided to a new approach to staff recruitment. تصمیم گرفت که چی کار کنه. بچه approach رو خیلی میبینید توی متون اکادمیک. Approach. یعنی دیدگاه. Okay? یه دیدگاه جدیدی داشته باشه نسبت به staff recruitment. Staff یعنی کارمندان. Okay? بچه با staff قاطی نکنید که you داشته باشه. اون یک کلمه دیگه است. اینو نگاه کنید وقتی ایدر استاف یعنی پرسونل کارمندان و هیچ وقت هم اس نمیگیره. تو استاف ریکروتمن یعنی جذب نیرو جذب کارمندان. خب دیسایدد تو چیکار کنه؟ ادابت کنه. خیلی قشنگه. ادابت ا نیو اپروچ یعنی سعی کنه که یک اپروچ خوب و جدیدی رو
ادابت کنه، به کار بگیره، بهره ببره ازش. کجا؟ موقعی که میخواد استاف رو ریکروت کنه. The study found a strong between a lack of friends and sibling rivalry. بچه rivalry sibling rivalry یعنی رقابت، رقابت بین خواهر برادر. Strong هم collocation خوبیه با relationship میاد. A study found a strong relationship یعنی یک رابطه قوی رو این مطالعه پیدا کرد between lack of friends and sibling rivalry. Okay؟ یعنی کمبود دوستان و okay؟ رقابت خواهر برادر. Whether you think the price of goods is high is یعنی اینکه تو فهم میکنی price of goods، بچه اینجا goods یعنی کالا که پرایسش بالاست، is چی to the amount of money you earn، احتمالا رب داره به مقدار پولی که شما earn میکنی. is relative to، خیلی قشنگه، به جای depend میتونیم relative بگیم. is relative to the amount of money you earn، خیلی قشنگه. خب بذار ببینم درست مطمئن بشم. بله درسته، is relative. خب studies have shown that stress in adulthood، اوکی نشون داده شده، یعنی بچه استادیز هف شون، ریسرچ هف شون، ببین چقدر تکرار شونده است، خیلی خوبه، تو اکادمیک آیست خیلی اینو میشنوید. خب چی نشون داده؟ استادیز هف شون that stress in adulthood can be to an unhappy childhood، که رب داده باشه can be related to an unhappy childhood. اوکی استرس تو بزرگسالی رب داره به این. good teachers، ممنونم، خواهش بکنم، ارادت، identify the talents of their students. بله همطوره. Identify the talents یعنی اون talent رو identify میکنن، پیدا میکنن، شناسایی میکنن. Of their students and چی them، اونا رو پرورش میدن. ها؟ Nurture them. Nurture. خیلی قشنگه. This evidence یعنی این مدرک seem to with the findings from previous studies in به نظر میرسه که یک چیزی هست با findings، نتایجی که کسب شده از مطالعات قبلی، seem to conflict with یعنی متضاد، تضاد داره با یافته های قبلی. خب I am writing in، یاد گرفتیم اینو حفظ کنید بچه ها تو writingتون، مخصوصا از اونی که میخوان general english امتحان بدم، تو task یک این خیلی به کارتون میاد. میخواییم بگیم در مورد فلان چیز دارم مینویسم. Okay, I'm writing in relation to the job advertisement in yesterday's paper. خب قسمت بعد compound nouns، کلماتی که دو تا کلمه به هم وصل میشه، نه لزوما یکیش ادجکتیو باشه، دو تا کلمه به هم وصل میشه. اینو شما نگاه نکنید، این پایینیو 3.1.3.2 okay 3.1.3.2 این بالا پایین رو نگاه کنید، فقط تو سورمه تو باکس سورمه ببینید کدومش میتونه به هم ربط داشته باشه و بعدش این پایین جوابش رو با هم مرور میکنیم. immediate family یعنی خانواده درجه یک، extended family بر یعنی در تضاد با درجه یک، خاله عمو با بزرگ مامزه میشه extended family. family gatherings جمع شدن خانوادگی یا دور همین خانوادگی. sibling rivalry یعنی رقابت بین خواهر برادر. stable upbringing، ببخشید stable upbringing یعنی پرورش دادن، تربیت که ثبات داره، stable یعنی ثابت، ثبات داشتن. active role یک نقش فعالی داره، یه چیزی. family resemblance یعنی تشابه خانوادگی. physical resemblance تشابه فیزیکی. striking resemblance عالی یعنی تشابه striking یعنی عجیب غریب خیلی. حتی من گفتم این نونم، نه adjective، نه همه adjective هم. اوکی من اشتباه کردم، شاید هم compound nouns رو حالا بگذاریم اینا رو بچه نا کنی. اینا immediate، extended، family، sibling، stable، active، اینا همه adjective هم. adjective noun، adjective noun. اوکی اینا داشته باشید که اشتباه نریم. maternal instinct، maternal ببین مادر، به مادر برمیگرده. maternal instinct غریزه مادری،
قشنگه. این ستاره هم اینجا گذاشته که گفته does not appear in the recording. توی رکورد اینو نداریم. نیومده. حالا کدوم؟ الان بهش میرسیم. خیلی خوب. Listening. Think about your answers to these questions. Then listen to a student's answer and tick the phrase you hear in 3.1. اینجا هر چیزی که میشنوید تیک بزنید. در واقع کلی collocation بگیم بهتره. این compound رو نمی‌نویسیم. Collocation داره که تو recording ما اینجا میخواییم گوش بریم. Tell me about your family. در جوابش چی بگیم بهتره؟ جواب رو میخواییم توی listening ببینیم. Who are you most similar to in your family? به کی بیشتر شبیهی؟ What do you think it takes to be a good parent? چی لازم داره که یک good parent بشه یه نفر؟ خیلی سوال خوبی ها. Do you think خیلی تکرار میشه. اینو ورداریم. What does it take to be a good parent? Okay? What do you think it takes to be a good parent? به نظر شما چی نیاز داره یه نفر داشته باشه که good parent باشه. خب بریم سراغ listening. بله بریم. چشم. این سوال رو میخواد جواب بده. به سوال دقت کنید. Recording 1B. Tell me about your family. Well, my immediate family is relatively small. Just my parents, my two brothers and me. But both of my parents come from very large families, so my extended family is very large. I have 25 cousins. Our family gatherings are pretty chaotic, but fun. We're a very close-knit family. Even though we don't live together anymore, the family ties are still very strong. When we were little, there wasn't very much sibling rivalry between us. I think it's because we had a very stable upbringing. Both of my parents played a very active role in our school life and our home life. And they taught us to resolve our conflicts in a very fair way. I consider myself very lucky. خب. بچه ببینید چقدر زیباست. بس من بیام سلام بکنم. خب. Tell me about your family. ببینید یه نفر میتونه بگه ما سه نفریم، دو تا داداش یه خواهر، فلان تموم شد رفت. یه نفر اینجوری جواب میده. Well, my immediate family is relatively small. یه جورایی کم و بیش نسبتاً is relatively نسبتاً small. Just my parents, my two brothers, and me. But both of my parents come from very large families. یعنی از خانواده بزرگی میان. یعنی خانوادهشون بزرگه. So my extended family is very large. Extended family خیلی بزرگه. I have 25 cousins. پسر خاله دختر خاله عمو فلان. Our family gatherings are pretty chaotic. هرج و مرجیه واسه خودش. Chaos. اون تیکش رو بردیم chaos بذاریم. یعنی هرج و مرج. حالا chaotic adjectiveش. یعنی بلبشویی میشه. آره؟ اگه شده. But fun. اما funه. We are a very close-knit family. عالی. یعنی knit یعنی بافندگی. خب حالا close-knit با هم یک معنی جدیدی داره. با family میاد. یعنی ما خانواده‌ام کلوس نیته، خیلی با هم نزدیکیم، ارتباطاتم خیلی نزدیکه. Even though با اینکه مثل although خیلی مهمه. Even though من تو هر اسپیکینگ این هست، من همیشه تو کلاسام بچه‌ها میگم بچه‌ها تو رو خود although رو یاد بگیرید. فقط با although حتما تو اسپیکینگ تو استفاده کنیم جمله بسازیم. حالا اینجا even though برای چه بهتر فرق نمی‌کنه. Even though we don't live together anymore, the family ties are still very strong. Family ties, family bonds. Family relationships are very strong. When we were little, there wasn't very much siblings rivalry. وقتی که کوچیک بودیم, sibling rivalry نداشتیم between us. رقابت نداشتیم. I think it's because we had a very stable upbringing. تربیت باثباتی داشتیم. Both of my parents played a very active role. نقش اکتیو وی داشتن، نقش فعال و پررنگی داشتن. Played a very active role. این میاد بچه ها نکنید این هر وزمش اینه. In our school life and our home life. School life and our home life. ببین زندگی دوران مدرسه، زندگی دوران خانه قبل مدرسه، یا فرق نمی کنه خانه مدرسه. Home life جالبه. And they taught us, گذشته teacher, taught us to resolve our conflicts. اینم کالاکشن خوبیه. کانفلیکت یعنی اختلاف،
resolve یعنی حل کردن. In a very fair way، منصفانه، در یک راه، یک مسیر، یک طریق منصفانه. وی هم خیلی رایجه ها، به جمله دقت کنید. In a very fair way، I consider myself very lucky. به نظر من خودم خیلی خوششانسم. من خودم خوششانس میدونم و میبینم. بریم قسمت بعدی. Who are you most similar to in your family? Well, you can see a very clear family resemblance between my brothers and me. But everyone tells me that the physical resemblance between me and my maternal grandmother is very striking. Sadly, I never got to meet her because she died before I was born. But I've seen photographs of her at my age, and we're quite alike. Other than that, I think I have my father's temperament. We're both very stubborn. But thankfully, I also inherited his mathematical brain. And what do you think... خب. اینم خیلی جالب بود. چقدر کلمات و لغت. بچه این زده شیشا یا زده اینترمیدیت. واقعا اگه اینا رو کسی استفاده کنه شیش دیگه حداقل نمره یکی یه نفر میتونه بگیره. خیلی خوبه این. خب شبیه کی؟ Well, you can see a very clear family resemblance between my brother and me, but everyone tells me that the physical resemblance between me and my maternal grandmother, مامان بزرگ مادری, maternal, paternal میشه پدری, okay? is very striking. چقدر قشنگ. Resemblance is striking. Sadly, متاسفانه, come on. I never got to meet her. هیچ شانس نداشتم که ببینمش because she died before I was born. But I've seen photographs of her at my age and we're quite alike. بچه این ای داره حواس ما ای چسبیده بهش. We are alike یعنی دقیقا شبیه همین. Okay? Like ننویسید. We are alike. We are quite alike. یه جورایی کاملا شبیه همین. Other than that, به غیر از اون, I think I have my father's temperament. بچه اینجا temperament یعنی خلق و خو. We are both very stubborn. خیلی جفتمون کله شقیم یه دنده ایم. Stubborn. But thankfully, ولی خدا رو شکر, I also inherited his mathematical brain. این مغز محاسبگرش, ریاضیش, به من ارث رسیده. I also inherited. Inherited یعنی به من ارث رسیده. حالا اینجا mathematical brain داره میگه. به شوخی. خب. بریم قسمت آخره این listening. Takes to be a good parent. Well, I don't think just anyone can be a good parent. Not everyone has the right instincts. I think I have a very strong maternal instinct because I love taking care of small children. So I hope to become a mother one day. I think it takes a great deal of patience and love. خب. And what do you think it takes to be a good parent? چی نیاز داره که یک نفر good parent باشه؟ Well, I don't think just anyone can be a good parent. هر کسی نمیتونه این کار بکنه. I don't think just anyone can be. چرا can be اومد مثبت؟ چون I don't think اومد. فکر نکنم هر کسی بتونه باشه. Not everyone. پترن خوبیه. هر کسی نه. با not شروع میشه. Not everyone has the right instincts. غریزه و حس درست رو نداره هر کسی. I think I have a very strong maternal instinct, مادرانه, because I love taking care of small children. حالا این small children خیلی زیاد استفاده میشه. بچه کوچیکا. دقیقا ما دینو میگیم. آخه بعضی مسخره میکنم. میگن خب چه large children چی بچه بزرگه چی. بدش. So I hope to become a mother one day. I think it takes a great deal of patience and love. فهم میکنم این. It takes a great deal. Takes a great deal of patience and love. خیلی. Great deal. این میشه یه مقدار زیادی. Patience. صبوری و love میخواد. عشق. بابا. خب. Listen again and find words that match these definitions. کدومش یعنی caring and supportive. اینا رو یه نگاه بندازی جوابش نه. اینو نگاه نکنید. بعدش نگاه کنید. خب. Caring and supportive. یک میشه چی؟ close knit یعنی همچین نزدیک.
The emotional connection between people or places, ties, emotional connection, ارتباطات حسی بین مردم و جاها, people or places, okay? حالا ممکنه شما با خانوادت ties داشته باشی یا کشورت. Similar, alike, a person's nature or characters, طبیعت و کاراکترش, temperament, خلق و خوش. Determine, بچه ها خیلی اینا determine اشتباه, determine to an unreasonable degree, determine to an unreasonable degree, unreasonable یعنی غیر منطقی, تا یک حد حدود غیر منطقی, determine قاطع بودن, غیر منطقی قاطع بودن یعنی کل شق بودن, stubborn. Received a characteristic from a parent or grandparent, از یه نفر یک characteristic, یک خصوصیت اخلاقی رو بگیری میشه inherit, یعنی به ارث بردن. در مورد چیزای دیگه که به ارث, یعنی مثلا فلان خونه به من به ارث رسیدم, این inherit استفاده میشه عزیزان. خوب مرسی, لایک یاد نره, فالو کن, سابسکرایب کن, ممنونم, تو ویدیو بعد میبینمت, مواظب خودت باش, خدا نگهدار.